حالا اینکه من خودم چی میدونم خیلی مهم نیست، فکر میکنم خیلی مهم باشه. مهم اینه که اون کاری که دوست دارم رو دارم میکنم. یعنی بیشترین چیزی که تا الان بهم حالا حداقل جواب داده و تونسته حالم رو خوب کنه نقاشی بوده. مثلا از اول فکر می‌کردم مثلا موزیسین بشم از بچگی، یعنی کارم مثلا با موزیک بود و اینا، نقاشی هیچ وقت چیز نبود. از یه تایمی، از یه زمانی توی حدود مثلا 23 4 سالگی دیگه نقاشی جای موسیقی رو گرفت. خب جواب داد، یعنی جواب نیازهای روحی روانی و حسی ما داد بیشتر از موسیقی داد، به دلیل اینکه توش اون بچه خلاقش برام بیشتر بود و اینکه ابزاری شد که اصلا دنیا رو باش کشف کنم، خودم رو باش کشف کنم، بفهمم چه ماجره اصلا زندگی. برای هر کسی یه حرفه‌ای رو دنبال میکنه دیگه، منم نقاشی رو دنبال کردم، برای اینکه واقعا میگم به نیازهای من به عنوان کسی که رفت سمت این هنر جواب داد. من روی نقاشی ایرانی خب سالهاست کار میکنم، مطالعه میکنم. یه دوره برام دغدغه شد، مسئله شد نقاشی ایرانی، زیبایی شناسیش. خب کسی هم که خیلی نقشه مثلا موثری داشت واقعا آقای پاکباز بود. اینکه ساختارهای زبان نقاشی خودمون رو بشناسم، مشترکاتش رو با اون نقاشی فرنگی که کار کردیم و اون رو آموزش دیدیم از اول پیدا بکنم و به مثلا لحن و زبان شخصی خودم برسم. کسی که نقاشیامو نگاه میکنه فکر میکنه خیلی فکر شده و حساب شده و خیلی مهندسی چیز داره، در صورتی که شروعش اصلا اینجوری نیست. این یه پروسه‌ای داره، در واقع این پروسه از همون ناخودآگاهی شروع میشه و بعد اون خودآگاهه اونو به تعادل میرسونه. یعنی چون ببین ناخودآگاه، حالا اون چیزی که من فهمیدم و بلدم و دارم میگم، حالا ممکنه کسی دیگه یه جور دیگه فهمیده باشه، من نمیدونم. اون چیزی که من تجربه‌ام این بوده، این که چون ناخودآگاهیه و اون رفتارای خیلی بدون فکر برای یه خامیایی هست، یه خام بودنی به لحاظ اجرا، به لحاظ چه میدونم اون چیزی که نهایتاً سلیقه منه حداقل تو بعضی از کارام هست. و البته اینم بگم خیلی وقتا همون ناخودآگاهی چیزایی از توش در میاد که اصلا دیگه دست نمیذارم، میذارمش کنار، یعنی شده میذارم اونجوری هم بشه، ولی عمدتا اینجوری نیست. یعنی شاید درصد خیلی کمی مثلا از کارا این اتفاق توش بیفته. نمیدونم شما مجموعه هزار یک شب من دیدی یا نه. اون مجموعه
شروعش با یه سفارش بود، سفارشی که از روی یه سری تصویر سازی هایی که من شخصی برای این کار خودم کرده بودم و ناشر اینا رو دیده بود از یه طریقی، پیشنهاد این کار رو به من داد که من خواستم که وقتی که کار بکنم باشون، پیشنهاد دادم که من نقاشی بکشم به جای اینکه تصویر سازی این کتابو بکنم، یعنی اینکه صرفاً خودم محدود به قصه های این مجموعه نکنم. ولی خب اون چیزی که حاصل شد خیلی متفاوته با اون فکر اولیه، به دلیل اینکه خب خیلی طول کشید و زمان زیادی رو من براش گذاشتم، تقریبا یک سال، به اینکه به چی کار میخوام بکنم. اصلا برام خیلی مهم شده بود، اصلا یه داستانی شده بود که پیش بردنش خیلی حیاتی بود انگار برام. من زیاد اهل نوشتن نیستم، معمولا یادداشتامو طراحی میکنم با خط و فرم و ابزارهای بصری، بیشتر کمتر مینویسم. اینا میشن مجموعه افکار من و ایده هام و اینا، و بعد اینا میان روی در واقع کارهای جدیتر و پرداخت میشن. خیلی پراکنده است اینا، و اگر میبینید این دفتر رو خیلی چیزای متنوع و پراکنده ای توشه، به خاطر اینکه خب ذهن آدمه دیگه، ذهن آدم هم یه ذره همچین پر از شلوغی و از اینجور ماجره هست، و همشون رو سعی میکنم تبدیل کنم به یه ایدهی برای یه کاری. یه علاقه بودی که از بچگی با من بود، یعنی مثلا نقاشی که میکشتم دوست داشتم آدم بکشم، هم میشه تا مثلا درخت و خونه و اینا، نمیدونم چرا، ولی کشیدن آدم برام خیلی جذاب بود. شاید دیدن مثلا طراحی های داوینچی یا توی سنین کم یا اون فیلمی که اون دفعه راجبش صحبت کردم با تو، تأثیرات اینا هست دیگه، اون اومانیزمی که اونا انقدر بولد کردن تو زمان خودشون تو دوره رنسانس، برای من از اون دوره خیلی شاید چیز بود، اینکه آدم انسان خودش یک، و خب این یه جور شاید پایه تفکری خودم هم الان هست، حالا انقدر اومانیست نیستم ولی باور دارم به آدم، در عین اینکه اصلا باورم ندارم، خیلی تناقض عجیبیه. آره الان اینجوری شدم، این باوره هی داره چیز میشه، خورد میشه که تو کارام هم هست، شاید این خط خطی ها و خورد شدن آدم ها هم یه چیزی شاید شبیه اونجوریست که دارم فکر میکنم.
آره آدم ها برام خیلی عمده بودن، یعنی باور زیادی به انسان داشتم که الان یه ذره کمتره. الان آدم ها بهانه که ما فقط بشکونم تو کارم، خوردشون کنم و یه فضای ایدئالی برای خودم بسازم. قاعدتا همینه دیگه، یعنی کسی که یه اثری رو به وجود میاره اون اثر در واقع از همون آدم اومده بیرون، فکر اون آدمه. یعنی من اگه یه جور دیگه بودم، خیلی رمانتیک بودم، کارم خیلی رمانتیک تر میشد. نمیدونم اگر آدم خیلی درونگراتری بودم، کارم درونگراتر میشد. اگر نمیدونم، آره همینه. من فکر میکنم تو زندگیم هم این تعادل رو دوست دارم، یعنی فکر میکنم خیلی مهمه تو این تعادل زندگی کردن، یعنی برام مهمه، حالا دلایلش دیگه خیلی شخصیه دیگه شاید. یه نمایشگاهی رو پیش اومد رفتم، نمایشگاهی بود از آثار ایرانی که از جمله خط به معنی خطاطی، اون چیزی که به عنوان خط کالیگرافی در واقع مطرحه تو ایران. تو اون نمایشگاه جرقه این ماجرات به ذهنم خورد با دیدن یه سری سیاه مشق، سیاه مشقای میرزا غلام رضا بود، خیلی ها بودن و انقدر این منو شگفت زده کرد که چجوری با این خط، یعنی با حروف الف میم دال ره، چه ریتم و چه هماهنگی و چه زیبایی رو در نهایت چه کمپوزیشن توی اون صفحه ایجاد کرد. چون درگیر اونوری بودم با این خطا، ناخوفتم خب حالا مثلا میشه با این خطی که ما داریم طراحی میکنیم، یعنی یه دست داریم با یه خط یا چند تا خط میکشیم، حالا اگه این ریتم تکرار شونده بشه چی میشه؟ خیلی ساده ای بود، یعنی شاید به فکر خیلی هم برسه این مسئله، ولی من عملیش کردم برای خودم، این سعی کردم تجربهش بکنم ببینم این فکر ساده به کجا میتونه برسه. Thank you.
سلام آقای اجازه. سلام، اومدین؟ منتظرتون بودم. بفرمایید تو. کم کم به مجسمه ها اونس گرفته بودم و هفته یکی دو بار به سراغشون میرفتم. فراموش کرده بودم که موجودات آهنی تا چه حد میتونن خطرناک باشن و حتی به خودم اجازه میدادم که گاهی با اونا شوخی کنم. ولی خود آدم خیلی نظریه. آره دیگه هیچ کسی با هم نداره مقابلش. من میخوام جدا بکنم اینا رو از هم دیگه. یعنی همه یه هنرمند چه آدم دیگه، مثل همه آدم هست. خیلی از خصلت‌های بعد همه آدم‌ها هم داره. فقط این میمونه که چقدر با اینا مبارزه بکنه، اینا رو هنرش. من سال 67 تا سال 77 78 واقعیش اینه که اصلا دیگه سینما کار نکردم. برای خودم اینجوری بود تو اون زمان، خب تازه جدی شده بود نقاشی، میخواستم واقعا نقاش بشم. خب 10 سال کار نکردم. 10 سالم اگه یک دو تام کار کردم، کارهای خیلی کوتاه و خیلی مشخص بود. ولی تا 77 که فیلم عروس آتش کار شد و از اونجا به بعد در واقع منو میشناسن را تو سینما، ولی اون 10 سال من اصلا کار نکردم. تازه اوج دوره‌ای بود که میشد تو سینما خیلی کار کرد، جوان‌تر بودیم، بالاخره میشد خیلی اتفاق برام بیفته تو سینما. ولی انتخابم نبود دیگه، انتخابم نقاشی بود اون موقع. برای همین اینم تأثیر داشته، یعنی در واقع از اول میدونستم انگار نقاشی عمده تره برام. نقاشی رو این رها کنم کلن؟ آره دوچار شک اینا شده بودم به دوره هایی که اصلا خیلی کوتاه بود. واقعیتش اینه که تو این در طول پروسه کاریم اصلا شاید خیلی دوره کوتاهی بود، ولی نه بخوام واقعیتش رو بگم اونقدر هم جدی نبود، چون میدونستم که باید پای یه چیزی وایسم و اون چیزی که انتخاب کرده بودم و حسم باهاش بود نقاشی بود و شرایط خیلی بدی رو باهاش گذروندم، دوره‌های سختی رو گذروندم با نقاشی. نه اینکه به خاطر، یعنی نه اینکه نقاشی این کاری که به خاطر اون، یعنی به خاطر اینی که یه ایدئالی شاید تو ذهنم بوده از این ماجرا، خیلی موقعیت‌ها رو شاید از دست دادم، شاید همونا باعث شده که بعدن فکر کنم که بعد دوچار مشکلم بشم تو نقاشی، جوابی نگیرم ازش، بعد میگم مثلا این ببین پای اینم وایسید اینم به ما جواب نداد، اون چیزا رو هم از دست دادیم. آره یه لحظاتی هست ولی اونقدر جدی نیست، چون دمی یه چیزی از نقاشی فهمیدم، یه چیزی رفته تو وجودم انگاری که پای همه این چیزاش وایسادم، یعنی الان شما وای میسم. نمیدونم، سعی دارم میکنم که به یک فضاهای جدیدتری از این نوع تصاویر برسم، تصاویری که در واقع ملهم از نقوش روی نقش برجسته هامونه یا روی ظروف فلزی دوره باستان و دوران بعد از اسلام
مجموعه از همه ایناست، یعنی چون در طی این سالها هم مجموعه های بینابینی داشتم که به نوعی مثلا توی دوره درگیر نقوش سفال های مثلا دوره سلجوقی و اینا بودن، هنوز انقدر به لحاظ ذهنی برام منسجم نیست، فقط توش هستم، یعنی الان حس میکنم بیشتر باید چی کار بکنم تا اینکه فکر بکنم. الانم تو این مجموعه جدیدم به همین وضعیت دوچارم، یعنی حرف زدن راجبش خود برام سخته، چون که فعلا دارم باش به قول معروف حال میکنم، حسش میکنم، نمیدونم لذتش رو فعلا دارم میبرم، بعدشه که میشه راجبش حرف زد. یه جایی ناخواسته اومدی، یه جایی هم میری دیگه، یه فاصله ای هست، سعی کردم تا الان این فاصله رو خوب و زیبا پر کنم، بقیهش هم همینه دیگه فکر میکنم.